به نام خدا سلام، به اپیزود 81 سلفیکست خوش اومدید. در این برنامه میخواییم تأثیر باورهای دینی بر ژن‌ها رو با توجه به یافته‌های علمی به خصوص در زمینه فیزیک کوانتوم با همدیگه بررسی بکنیم. تحقیقات عده‌ای از پژوهشگران نشون داده که امید و ایمان دینی در طول عمر و فعالیت سیستم ایمنی بدن بیماران مؤثره. بنابراین عده‌ای اعتقاد دارن که انجام دادن مراسم مذهبی، باور به نیروی لایزال الهی و توسل به منابع حق به همراه تصور سلامت بخش از عوامل مهم درمان محسوب میشن. به طور کلی مروری بر تحقیقات نشون میده که ظاهراً انسان توانایی کنترل هوشیارانه عملکرد زیستی بدنش رو داره. در این زمینه مقالات علمی بسیاری نگارش شده که شما میتونید مطالعه بکنید. علاوه بر اون من پیشنهاد میدم که کتابهای دکتر جو دیسپنزا، دکتر بروس لیپتون و گرک بریدن رو مطالعه بفرمایید. برای اینکه بحث بهتر جا بیفته لازمه که چند تا کلمه رو با هم دیگه بررسیشون بکنیم و بعد نتیجه گیری کنیم. این کلمه ها شامل ایمان، ضمیر خودآگاه، پردازش عصبی، ژن و فیزیک کوانتومه که یکی یکی توضیحشون میدیم. واژه بلیف در فارسی به باور، عقیده و ایمان ترجمه شده. این واژه از اصطلاحات مربوط به حوزه روانشناسی اجتماعیه که مباحث مربوط به پدیده روانی اعتقاد رو از این حس که رفتارسازی اجتماعی داره مطالعه میکنه. اگه بخوایم خیلی ساده باور رو تعریف بکنیم، باور یا عقیده ها اندیشه‌هایی هستن که فرد به درستی و حقانیت اونها اعتقاد داره. کلمه دیگه‌ای که در این زمینه هست فیت هستش که به معنی ایمان هست. ایمان و باورهای مذهبی باعث میشن که یک سری رفتارهایی رو انسانها با توجه به اونها از خودشون به نمایش بگذارن، مثل نماز خوندن، عبادت کردن، دعا کردن در هر دین و مذهب و مسلکی. کلمه بعدی ضمیر خودآگاهه. خودآگاه عبارت از ضمیر ظاهره و از احساسات، خاطرات، تمایلات، هیجانات، افکار و عواطف و هر آنچه که معلوم و مشخصه یا میتونه معلوم باشه تشکیل میشه و آگاهی شخص به وحدت و هویتش رو امکان پذیر میکنه. ما دو نوع فکر داریم، افکار ناخودآگاه و افکار خودآگاه. افکار ناخودآگاه داره این خصوصیاتن: بانک احساساتی برنامه‌های ذخیره شده‌اند، فقط در حال حاضر وجود دارن، سیگنال‌های محیطی به عملکردشون منجر میشن و رفتار صورت میگیره. برنامه بر اساس تحریک پاسخه، یعنی تحریک میتونه از محیط خارجی یا از سیستم داخلی بدن مثل درد، خوشی و احساس صورت بگیره. هرچه سلول‌های مغز بیشتر باشه، آموزش حاصل از تجربه هم بیشتر میشه و در نتیجه عادت‌های ناخودآگاه هم بیشتر میشن. در مقابل افکار خودآگاه این خصوصیات رو دارن: قدرت آفرینشگری خود به خودی دارن و از راه‌های جدیدی به محیط بیرونی پاسخ میدن. میتونن خودانگیخته باشن و رفتارها رو همونطور که در حال رخ دادن هستن مشاهده کنن و میتونن رفتار خود به خودی رو متوقف کنن و پاسخ جدیدی به اونها بدن. افکار خودآگاه تحت کنترل فرده، ولی افکار ناخودآگاه اینطور نیست. اگر افکار خودآگاه و ناخودآگاه در یک مسیر قرار بگیرن میتونن قدرت زیادی رو به شخص بدن، اما اگر تضادی بین اونها پیش بیاد همیشه افکار ناخودآگاه هستن که برتری دارن، یعنی همون افکاری که تکرار شونده هستن و عادتهای ما رو تشکیل میدن. در مغز ما ناحیه‌ای به نام کورتکس پریفرونتال وجود داره که مسئول تفکر، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریه. این منطقه از مغز مربوط به خودآگاهی میشه و در کل میتونیم بگیم که ما با افکار خودآگاهمون میتونیم قسمت ناخودآگاهمون رو تغییر بدیم و از قدرتش استفاده بکنیم. این همون فرایندیه که در تغییر عادت‌ها هم توضیحش دادیم. کلمه بعدی سیستم عصبیه. سیگنال‌های الکتریکی در نورون‌های اعصاب مرکزی میتونن میدانی الکترومغناطیسی در اطراف خودشون ایجاد کنن که این میدون گستره بالایی داره و میتونه تا فاصله نیم متری اطراف سر میدون درخور ملاحظه‌ای رو ایجاد بکنه. حالا میتونیم نوع تفکرات رو بر اساس این میدان یه مقداری توضیح بدیم. تفکرات ما به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشن. تفکرات داخلی در محدوده داخل سر و مغز انسان و تفکرات خارجی در فضای خارج از مغز و سر انسان شکل میگیرن. هر کدوم از این تفکرها ویژگی خاص خودش رو داره. تفکرات داخلی به سرعت به وجود میان و بر ذهن تأثیرات قوی میگذارن، اما تفکرات بیرونی به آرومی به وجود میان و با توجه و تمرکز بیشتر قابل درکن. انسان در لحظه اول نمیتونه به خوبی این تأثیرات رو دریافت کنه و با توجه و تمرکز بیشتر میتونه بهتر تأثیرات این نوع تفکر رو در خودش به وجود بیاره.
تفکر داخلی بیشتر مربوط به شناخت ما از دنیای مادیه و تفکرات خارجی به درک ما از ماورای ماده کمک میکنه. شناخت مسائل بسیار پیچیده نیازمند تقویت این بخش از ذهنه. در این بخش امواج میتونن در گستره وسیع تری تداخل کنن و امواجی رو به وجود بیارن که در ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارن، اما به مرور مغز ارتباط اونها رو با یکدیگه پیدا میکنه. این موضوع به ما کمک میکنه که ماورای اشیاء رو بهتر درک بکنیم. در طی تاریخ بارها و بارها بسیاری از دانشمندان بزرگ به این قسمت از ذهن توجه داشتن و تونستن ارتباط بسیار خوبی بین گستره امواج درونی و بیرونی ذهنشون برقرار بکنن. تفاوت دیگه‌ای که تفکر خارجی با تفکر داخلی داره اینه که تحت تأثیر محیط قرار میگیره و نوع امواج ایجاد شده از این تداخلات میتونه تحت تأثیر امواج ذهن‌های دیگه و نیز تابش‌های محیطی قرار بگیره. این قسمتیه که میشه به اون موتور دریافتی محیطی گفت، چون در این قسمت ذهنه که میتونیم به صورت مستقیم دریافتهایی رو از محیط داشته باشیم و با استفاده از تداخل با امواج ایجاد شده از طریق سیستم عصبی جریانهای جدیدی رو در سلولهای عصبی ایجاد کنیم. کلمه بعدی که در موردش صحبت میکنیم ژن. بعد از اینکه واتسون و کریک کشف کردند که ساختار DNA مارپیچی دوگانه است، مشخص شد که ژن‌ها مسئول تمامی خصوصیات فیزیکی، سلامت، احساسات و رفتارها هستند. بنابراین انسان میراثی رو با خودش از دوره کهنسنگی داره. اون چیزی که به عنوان خشم، نفرت، میل به جنگ، قلمروطلبی و غیره میشناسیم، پایه‌های ژنتیکی داره. ویلسون بر این عقیده است که اگر چه انتخاب در سطوح مختلف صورت اما محوریت انتخاب با ژنه. اما در زیست شناسی جدید این موضوع مطرح شده که اعتقادات قوی میتونه برنامه‌ریزی بیان ژن‌ها رو کنترل بکنه. اپیژنتیک مطالعه مکانیزم‌های مولکولیه که تعیین میکنه محیط چگونه فعالیت ژن‌ها رو کنترل میکنه. فاکتورهایی مثل تغذیه، استرس و احساسات میتونه باعث تغییر ژن بشه بدون اینکه برنامه کاری اون رو تغییر بده. مطالعات سنتز پروتئین نشون میده که فاکتورهای اپیژنتیک میتونه 2000 برابر یا بیشتر باعث تغییر پروتئین از برنامه کاریش بشه. جریان اطلاعات در زیستشناسی با سیگنال‌های محیطی شروع میشه و به پروتئین‌های تنظیم کننده و سپس به DNA میره. نهایتاً به RNA که پروتئین رو کد میکنه. این برخلاف نظری قبلی بود که به DNA نقش اصلی رو میداد. حالا میدونیم که دو مکانیزم در وراثت اطلاعات وجود داره. یکی ژن‌ها و دومی مکانیزم اپیژنتیک. کلمه بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم فیزیک کوانتومه. روش‌های جدید درمان روی یافته‌های فیزیک کوانتوم تمرکز کرده که باعث اتصال بین انرژی و افکار به منزله نقطه مؤثر در ناخودآگاهند. در فیزیک کوانتوم انرژی و ماده یکی هستند و کاملاً به هم وابستند. ماده هم میتونه یه ذره باشه و جرم داشته باشه و هم میتونه انرژی باشه و طول موج داشته باشه. طبق فیزیک کوانتوم هر ذره شانس حضور در مجموعه ای از مکانها رو داره و به تعبیری همه این مکانها رو اشغال میکنه. فیزیکدانان واقعیت‌های کوانتومی رو در معادله‌ای تحت عنوان تابع موج توصیف میکنن که همه راه‌های بالقوه تحول یک سیستم رو منعکس میکنن. تا وقتی سیستم اندازه‌گیری نشده باشه هر ذره در همه مکانهای متعدد خودش حضور داره، اما در لحظه اندازه‌گیری ذره باید یک مکان معین رو برای خودش انتخاب کنه. فیزیکدانای کوانتومی میگن که در این نقطه احتمالات به نتیجه معینی محدود میشه و تابع موج فرو میریزه و امواج قطعیت رو در فضا زمان ارسال میکنه. باورهای دینی به مثابه میدانهای انرژی الکترومغناطیسی میتونن فیزیولوژی سلول رو تحت تأثیر قرار بدن. امروزه محققان و دانشمندان زیادی در پی پیدا کردن شیوه های درمانی متأثر از مذهب و معنویت و پیدا کردن راههای علمی و عملی برای استفاده از این روش درمانی هستند. دعا و نیایش از مهمترین اقدامات مذهبی و معنوی هستند که هرچند تاریخ هزاران ساله دارند، اما اخیراً تحقیقات کامل علمی درباره اونها آغاز شده. بیماری‌هایی مثل سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت نتیجه میانکنش پیچیده بین چندین ژن و فاکتور محیطی هستند. بیشتر بیماری‌ها به ژن ربط داده میشن، اما نتایج تحقیقات نشون داده که فقط ژن‌ها عامل بیماری نیستن. اونها خودشون خاموش و روشن نمیشن و قادر به کنترل زندگی نیستن، به خاطر اینکه اونها وابسته به فاکتورهای محیطی هستند که تعیین میکنن چگونه بیان بشن.
از موقعی که دکارت در قرن 17 ماده و ذهن رو جدا کرد، پزشکی سنتی فقط بر اساس ماده کار کرد. اما حالا یافته‌های فیزیک کوانتوم میگه که ماده از طریق فکر تحت تأثیر قرار میگیره، چون اینها مجزا نیستن. افکار ماهیت انرژی الکترومغناطیسی دارن. انرژی الکترومغناطیسی میتونه پروتئین‌های سلولی رو فعال یا غیر فعال بکنه. بنابراین قدرت فکر مؤثرتر از داروه. تا به حال مطالعات زیادی درباره ارتباط ذهن و بدن انجام گرفته. سورن کیرکگار در کتاب ترس و لرز به ابراهیم لقب پدر ایمان میده. به نظر اون داستان ابراهیم مثال خوبیه از کنترل هوشیارانه عملکرد زیستی بدن، که در اون به واسطه باور ذهنی ابراهیم خودآگاه بر ناخودآگاه غلبه پیدا میکنه و آتش ابراهیم رو نمیسوزونه. بیشتر بیماری ها در سطح قوانین نیوتونی شناخته شدن. زمانی که بیماری ها در سطح مولکولی مطالعه میشن، به ناچار باید فیزیک کوانتوم رو دخالت بدیم. برای فهم بیماری ها هم ابزار ماکرو و هم ابزار میکرو لازمه. بیشتر مطالعات 50 سال گذشته ثابت کرده که نیروهای غیر قابل رؤیت مثل انرژی های الکترومغناطیسی تنظیم زیستی رو تحت تاثیر قرار میدن. این انرژی ها شامل امواج مایکروویو، رادیو فرکانس، طیف نوری مرئی، فرکانس های خیلی پایین و فرکانس های آکوستیک هن. این انرژی ها سنتز DNA و RNA و پروتئین، عملکرد و شکل پروتئین، تنظیم ژن، تقسیم و تمایز سلولی، ترشح هورمونی و عملکرد و رشد اعصاب رو تحت تأثیر قرار میدن. در مجموع دارم. بسیار خوب دوستان، این اپیزود هم به پایان رسید. فقط به دلیل پیچیده بودن این مبحث خواهش میکنم ازتون که چندین بار این اپیزود رو تماشا بکنید. امیدوارم که از اطلاعات این اپیزود لذت برده باشین و بتونین ازش استفاده بکنین. تا اپیزود بعدی، خدا یار و نگهدار شما.